بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم صل علی ولیک علی ابن موسی الرضا المرتضى عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. با سلام به پیشگاه منجی موعود عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و درود بر روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. و همچنین سلام و درود به ارواح شهدای اسلام، شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی، به ویژه شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبری فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای مد ظله العالی. سلام بر ملت بزرگ ایران و سلام بر میهمانان ارجمند، خانواده معزز و مکرم شهیدان، رؤسای محترم جمهور، معاونین رئیس جمهور، نخست وزیران گرامی، وزرای امور خارجه، نمایندگان ویژه کشورها و سازمانهای بین‌المللی، سفرای محترم و رؤسای محترم گروه‌های جهادی. سلام بر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و سلام به همه مقامات محترم لشکری و کشوری، اعضای معزز شورای نگهبان و همه مسئولین عالی رتبه، مقامات معزز و مکرم. طلوع انقلاب اسلامی در ایران فصل نوینی از آزادی، مشارکت سیاسی، مردم سالاری را در تاریخ کشورمان به ثبت رسانید. قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی در اصل ششم همه نهادهای حاکمیتی را محصول اراده و رأی مردم دانسته است. اینک در 14 مرداد 1400 بار دیگر اراده ملت تجلی پیدا کرد تا این خدمتگزار با آرمانهای والایی سوگند وفاداری یاد کند که 40 پیش توسط امام بزرگوارمون به ثمر نشست. مردم برای پیمودن مسیر نورانی انقلاب عزمی راسخ دارند. اراده آنها قرار گرفتن کشور در مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و عزت است. سرنوشت ایران بزرگ به همت امت تاریخ ساز و به رهبری امام عظیم الشأن متحول گردید و ملت ایران به واسطه انقلاب اسلامی زنجیر اسارت زورگویان را از دست و پای خود باز کرد و بر سرنوشت خود حاکم شد. در برابر شرق و غرب ایستاد تا ثابت کند مردم سالاری دینی شیوه نوینی از حکمرانی است که می تواند استقلال و آزادی، دین و دنیا، سنت و پیشرفت را در کنار هم به ارمغان بیاورد.
ایران بزرگ، ایران پر افتخار، ایران تاریخ ساز در حالی وارد قرن جدید می شود که بیش از 40 سال است خورشید مردم سالاری دینی در آن طلوع کرده و اکنون در دوره تعالی و تکمیل حرکت خود در آغاز گام دوم قرار دارد. دولت جدید امروز در بلندای ایستاده که تمدنی جهانی با چندین هزار سال پیشینه آن را ساخته است، فرهنگی که قرنها در تاریخ بشریت پیشرو بوده و با ترکیب یکتاپرستی و پیشرفت الگویی از زیست معنوی را ارائه داده است. فرهنگ و تمدن ایران بزرگ آنگاه که پذیرای اسلام شد همین الگوی پیشرفت را بازآفرینی کرد و سرآمد دانش و ادب در جهان گردید. ملت بزرگ ایران اکنون بر فراز این قله بلند ایستاده است و خوشنود از آنچه از انتخابات تاریخی خود شکل داده است، به چشمانداز امید بخش پیشروی کشورش می نگرد. ایران جدید، ایران قرن 15. خانوم ها و آقایان، در تلیه قرن جدید و آغاز گام دوم انقلاب بسیار مفتخرم که امروز این جانب به واسطه رأی ملت قهرمان ایران و از سوی آنان به نگاهبانی از چنین میراث گرانبهایی موظف شده‌ام و خداوند متعال را سپاسگزارم که نعمت خیش را نصیب این بنده خود نمود و فرصت بزرگ خدمت به مردم را عطایم فرمود. اراده ملت بزرگ ایران در حال این حماسه بزرگ را آفرید و جلوه‌ای رشک برانگیز از نظام مردم سالاری دینی را در تاریخ معاصر به رخ جهانیان کشید که در اوج دشمنی بدخواهان ملت ایران از تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی تا جنگ روانی گسترده و دشواری‌های ناشی از شیوع گسترده کرونا قرار داشتیم. اما نیک می‌دانیم که انتخابات نقطه آغاز مشارکت مردم است، نه نقطه پایان آن، و دولت مردمی به دنبال تحقق خواست مردم و پیام آنان در این انتخابات خواهد بود. پیام رأی مردم ایران در حماسه 28 خرداد 1400، پیام تحول خواهی و عدالت طلبی بود. خواست مردم استقلال طلبی و مقاومت در مقابل زیاده خواهی قدرت‌های مستکبر و ظالم بود، در عین اینکه باید به تعامل سازنده و گسترده با همه جهان پایبند بود. مردم از ما می‌خواهند که به وعده خود مبنی بر تحقق دولت عدالت گستر، فساد ستیز و تبعیض گریز، دغدغه‌مند، برنامه محور، علم خواه و اندیشه پیشه عمل کنیم. مردم از دولت برگزیده خود می‌خواهند مدافع حقوق انسان‌ها در عالم باشد و به ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض در هیچ کجای از جهان راضی نشود. ما مدافع واقعی حقوق بشر و حقوق انسان هستیم و سکوت در برابر ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق انسان‌های بیگناه و بی‌دفاع را قبول نداشته و مردود می‌دانیم. ظلم و جنایت چه در قلب اروپا باشد و چه در آمریکا، چه در آفریقا باشد، چه در یمن، چه در سوریه باشد، چه در فلسطین، ما در کنار مظلومان خواهیم ماند. و در داخل نیز مردم
و جوانان عزیز در این مرز و بوم از ما می‌خواهند که صدای رسای مستضعفان و ولی نعمتانمان باشیم. مردم می‌خواهند آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی آنها مجدانه پیگیری شود. مردم می‌خواهند که به معنای حقیقی کلمه انقلاب اسلامی محقق شود و همه ویژگی‌ها و خصائص انقلاب اسلامی در ساختارها، فرایندها و همچنان باورهای دولت مردان مشاهده پذیر باشد. مردم می‌خواهند که با رفع تنگناها معیشت و سفره آنها بهبود بخشیده شود. مردم می‌خواهند نشاط ملی و شور اجتماعی در جامعه گسترش یابد. دولت برخواسته از اراده ملت برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد ایستاد و در این مسیر خستگی ناپذیر پیش خواهد رفت. این جانب امروز خادم همه جمهور و خدمتگزار بیش از 80 میلیون از جمعیتم، مردم ایران همانانی هستند که بارها و بارها وفاداری خود را به انقلاب در عرصه‌های مختلف اثبات کردند و امروز نوبت ماست که ادای امانت کنیم. دولت مردمی دولت وفاق ملی است. دولت مردمی دولت وفاق ملی است. در دولت مردمی جناح‌های سیاسی، دستبندی‌های قومی و مذهبی و گروهی رنگ می‌بازد و همه مردم دست در دست یکدیگر برای تحقق ایران قوی ذیل پرچم مقدس جمهوری اسلامی هم پیمان می‌شوند. امروز از همه نخبگان و اقشار مختلف مردم، همه اقوام و همه مذاهب، همه احزاب و همه گروه‌ها و همه جریان‌های سیاسی، حوزه، دانشگاه، جوان، پیر، زن و مرد می‌خواهم که دولت مردمی را با همه وجود دولت خود دانسته و یاری کنند. بیایید تا برای اعتلای اسلام عزیز، برای عزت آیندگانمان، برای سربلندی ایران عزیزمان در جهان، دست در دست یکدیگر با وحدت و انسجام ملی به پا خیزیم و آرمان ایران قوی را محقق سازیم. وعده های دولت مردمی وعده صادق است انشاءالله. ما خود را متحد با آرمان های انقلاب اسلامی می دانیم. ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه های فساد و راندخاری، مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور، حمایت از تولید ملی، تلاش برای خودکفایی در تأمین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش‌بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور، توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست، همه اینها را با قدرت دنبال خواهیم کرد. به فضل پروردگار امیدواریم و آینده‌ای درخشان و در شأن ملت ایران و ایرانی قوی‌تر از گذشته را در دسترس می‌بینیم. دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گرو منافع مردم دارند و اهتمام اصلی آنها بسیج توانمندی‌های آشکار و نهفته ملت به ویژه جوانان است تا آنان را به میدان کار و تلاش سازنده بیاورند.
لازمه این تحول نقد پذیری و تکریم نخبگان و صاحب نظران است. از مردم عزیز می‌خواهیم، از نمایندگان ملت می‌خواهیم به عنوان مصلحان دولت عمل کنند و خدمتگزاران خود را از پیشنهادها و انتقاداتی که دارند بهره‌مند سازند. ما به حضور مردم در صحنه و همدلی و همکاری قوای سگانه، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح سرفراز نیاز داریم. با توجه به شرایط ویژه کنونی، دولت، مجلس و قوه قضاییه میبایست بیش از پیش با یکدیگر همراهی و تعامل داشته باشند و در مسیر خدمت به مردم از هیچ فرصتی دریغ ننمایند. معتقدم که موفقیت ملت ایران فراتر از تدبیر دقیق و تلاش خستگی ناپذیر هر یک از قوا یا نهادها نیازمند همکاری ملی و خرد جمعی است که تجلی آن در تعامل دولت با سایر قوا و همچنین تعامل وثیق با نخبگان و فرهیختگان خواهد بود. در این جلسه تاریخی علاقمندم در پیشگاه نمایندگان عزیز و انقلابی ملت و در حضور مهمانان گرانقدر خارجی اشاره‌ای به رویکرد دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی داشته باشم. در دولت مردمی همه مؤلفه‌های قدرت ملی تقویت خواهد شد. از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده می‌کنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تأمین گردد. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است. ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفاً برای مقابله با تهدید قدرت‌های سلطه‌گر و ظالم به کار گرفته خواهد شد. بحران‌های منطقه باید از طریق گفتگوهای واقعی درون منطقه‌ای و بر اساس تأمین حقوق ملت‌ها حل و فصل شود. دخالت بیگانگان در منطقه هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه خود مشکل است. من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می کنم و دست آنها را به گرمی می فشارم. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا صلح‌آمیز است. نظام جمهوری اسلامی سلاح اتمی را شرعاً به فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی بر خود حرام می‌داند و این سلاح هیچ جایگاهی در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران کشورها و ملتهای همسایه را خیشاوند خود می داند و مهمترین و اصلیترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه خود دانسته و خواهان عزت و اعتلاء آنهاست. دیپلماسی باید ارتباط ملت‌های منطقه را بیشتر
و اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری تقویت نماید. جهان در حال دگرگونی است و تأمین منافع ملت‌ها منوط به درک جهان جدید و تعامل راهبردی با قدرت‌های نوظهور است و سیاست خارجی موفق سیاست خارجی متوازن خواهد بود. در پایان از همه مهمانان گرامی، بالاخص خانواده معظم شهیدان و مسئولان عالی کشوری و لشکری و مهمانان عزیز خارجی که در این مراسم تشریف فرما شدند و قبول زحمت کردند، صمیمانه تشکر می کنم. لازم است از زحمات ریاست مجلس شورای اسلامی برادر مجاهدم آقای دکتر قالیباف و همه نمایندگان انقلابی مجلس صمیمانه تقدیر و تشکر کنم که در این مراسم تاریخی میزبان مهمانان عالی قدر بودند. برنامه تحولی دولت در گروه همکاری همه بخش‌ها به ویژه نمایندگان محترم مردم عزیزمان در مجلس شورای اسلامی است. از خداوند متعال می‌خواهم که به این جانب و دولت جدید فرصت خدمتگزاری مؤثر به ملت شریف ایران عنایت فرماید تا بتوانیم با تکیه بر امدادهای الهی و دعای خیر حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و در پرتو رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی آینده‌ای روشن برای ایران عزیز اسلامی و مردمان خوب این سرزمین رقم بزنیم. در پایان سخن، در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سرعت در معرفی اعضای دولت و کابینه به مجلس محترم شورای اسلامی، انشاءالله در اولین فرصت در هفته آینده قبل از پایان مهلت مقرر اعضای کابینه تقدیم ریاست محترم مجلس و نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی